سلام، خسته نباشید دوستان. در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از برنامه در واقع خودمون. کریس با شماست. این در واقع ویدیو داریم، به حال امیدوارم که مورد توجه در واقع قرار بگیره. به حال ما داریم سعی میکنیم که یک حرکت جدید، یک فرهنگ جدید، یک برنامه جدید رو کاملا برای ترید به وجود بیاریم. یعنی کاملا سعی کنیم ترید رو در واقع به نوعی به اون معنای واقعیش بتونیم ازش استفاده کنیم. به خاطر همین است که داریم سختتر، به نوعی سنگین تر داریم کار میکنیم، تلاش میکنیم تا بتونیم دیدهای بهتری نسبت به این داشته باشیم. چیزی که من الان میخوام بچه ها در موردش براتون صحبت کنم، در واقع یکی این ایندیکیتور اصلا جپشین هست که ما خیلی کم در واقع در موردش صحبت کردیم، که این ایندیکیتور جپشین در واقع ما از این خطوط، از این حرکات به چه نوعی میتونیم دقیقا استفاده بکنیم. خب همونطور که میدونید جپشین در واقع دارای یک سری قسمت ها هستش. یکی که مهمترین بخشی که ما میتونیم بگیم ازش استفاده میکنیم خود در واقع ایچیموکو هستش. بخش بعدی که ازش استفاده میشه یه چیز داریم به نام کوالیتی نایت، که در واقع اینجا هم به این صورت شما میبینیدش. یعنی در واقع کوالیتی لاین ما بچه ها همون کیجنسنی هست که در واقع به صورت 26 دوره در واقع به جلوتر شیفت داده شده. اون خط حالا به نوع رنگی که میبینید، به این خط سفید رنگی که در چارت من مشاهده میکنید. اوپس ببخشید. خب در واقع بعدی دایرکشن لاین ما هستش. خب یا دایرکشن لاین ما که در اینجا در واقع میبینیدش، یا این در واقع خط نقطه چین قرمز رنگی که در واقع مشاهده میکنید، که به این صورت در اینجا قرار داره. این هم دایرکشن لاین ما هستش. و یکی دیگه که خیلی میتونیم بگیم مهم هست در واقع توی این اندیکیتور جپشین، این خط بنفش رنگی هست که در واقع در اینجا ما میبینیمش، که این خط بنفش رنگ در واقع های و لو ماه گذشته ما هست. پس همونطور که گفتیم لو و های در واقع ماه گذشته ما هست، که این در واقع به نوعی برای ما خیلی مهم هست، چون که میاد در واقع خیلی از مسیرهای برگشت، خیلی از اتفاقاتی که ما در واقع به نوعی در شک داریم که میخواد ادامه پیدا بکنه، یعنی در واقع مسیر ما به نوعی میخواد کانتینیویشن باشه، یا در واقع به نوعی میخواد ریورس بکنه و یا شاید مثلا به پایین برگرده، میاد و به نوعی اینها رو برای ما مشخص میکنه. به نوعی میاد و به ما یک دید خیلی خیلی خوب میده که ما میتونیم بهترین تصمیمات رو به نوعی برای باز کردن پوزیشن بگیریم. چیزی که از هفته پیش من مثلا با دوستان صحبت میکردم در مورد همین در واقع ارز نیوزلندی بود، که ما صحبت کرده بودیم که ارز نیوزلندی در واقع دنبال یک نقطه مثل این میگردیم که بتونیم پیدا کنیم کجا در واقع میخواییم برگردیم به سمت پایین، کجا میخواییم در واقع نزول بکنیم، کجا میخواییم
یک نزول نسبتا خوب رو در این ارز داشته باشیم. یعنی به نوعی من خودم شخصا دنبال حالا سعی میکنم بهترین نقطه ورود رو پیدا بکنم. یکی از چیزهایی که میتونست خیلی به من کمک بکنه و بهترین نقطه ورود رو به من بده در واقع همین خط بنفش رنگ یا همین خط ماهانه‌ای هست که ما در واقع ازش استفاده میکنیم. خب این در واقع اینم اضافه کنم که این در واقع جبشین ورژن یک بود. خبر نسبتا خوبی که میتونم بهتون بدم این هستش که در واقع جبشین ورژن دو هم به زودی در واقع در میاد. ما در جبشین ورژن دو یه سری امکانات اضافه کردیم، یه سری امکانات رو در نظر گرفتیم. اونم به این صورته که از توی خود ایندیکیتور شما میتونید کیجنسن رو به هر مقداری که میخواهید به عقبتر و یا جلوتر انتقال بدید، یعنی با نوعی بسیار ساده تر، حتی تنکنسن و حتی کومو رو، یعنی خود تمام اجزای مزرعت میخوام ایچیموکو رو ما دیگه از این بعد در FXCM میتونیم خیلی راحت جا به جا بکنیم که کاملا هم این امکانات در جبشین ورژن دو در نظر گرفته خواهد شد که به زودی در اختیار همه این رو قرار خواهیم داد. خب این توضیحات مختصری بود که ما در مورد اینها دادیم. حالا میخواییم یک چند تا در واقع دیدی داشته باشیم که بتونیم روی خود بازار هم انجام بدیم. این چیزی که الان این در واقع خود ببخشید همون خط روزانه ای هست که ما ازش استفاده می کنم، یعنی در واقع همون مثال هایی را که ما در خط های روزانه زدیم، این خط که اینو در تایم دیلی به دست میاریم و بعد از اینکه اینو بر تایم دیلی به دست آوردیم میایم، یعنی من این انتظار رو دارم که بعد از این خط باید در واقع یک شکست داشته باشم و انتظار اینو داشته باشم که ترید بخواد به سمت پایین برگرده. ولی چیزی که برای من خیلی مهمه اینه که باید همیشه دنبال بهترین نقطه باشم، یعنی باید همیشه دنبال این باشم که کجا بهترین نقطه من برای برگشت هستش. من الان از این خط که میگذرم نمیام در آن واحد بگم خب این خط دیگه در واقع سل هست و تموم شد دفع. نه بچه، این خط ما در واقع بهش میگیم projection. خب که البته نمیدونم حالا یکی بچه ها فارسی شو بود در واقع نوشته بودن که به چه صورتی از این projection یعنی چی. فکر کنم به معنی دید در آینده یا یک دید خاص یا یک همچین چیزی بودش که استفاده میشد. من بهترین حالتم، خب میگم که اینجا سطوح خیلی قوی دارم، یعنی اینجا در واقع یک سطح خیلی قوی هست که هم در واقع های ماهیان است، یعنی همونطور که میبینید اینجا کیجنسن من هست که در واقع خیلی برای من مهمه. پس من وحشتناک در یک منطقه قرار دارم که به صورت خیلی شدید این ترید میتونه، حالا به نوعی پیش خودم بگم که در واقع باید بالا و پایین بشه، به خصوص بین این دو، یعنی این لول یک و این خط برای من خیلی داره اهمیت هستش. پس من منتظر در واقع باید چی باشم بچه ها؟ یک شکست، درسته؟ یعنی باید یک شکست باشه که در واقع بدونم الان آغاز این هست که من میتونم ترید به سمت در واقع سل حرکت بکنم. خب انتظار رو دارم، یعنی من یک تریدری هستم که صبر دارم، باید صبر کنم که بتونم به نتیجه برسم باهاش. این کندل همونطور که میبینم هرچی در واقع دارم دونه به دونه به جلوتر بازار در واقع حرکت میکنم، من در واقع هیچ میبینم که همچنان ترید ببخشید این کندل ها به لول گیر کرده و بعد از اون هم شکست خیلی میبینم که کندل من وقتی در واقع میگذره از خط رسیستنس من یک بریک اوت نیست، یعنی بریک اوت به هیچ عنوان اتفاق نمیفته به خاطر اون
همونطور که خودتون میدونید دیگه ما بریک اوت اون به چه صورتی هستش، پس من میتونم به نوعی خودم رو آماده کنم برای برگشت. میتونم حالا در اینجا باشه یا برگشت کندل به سمت لول یک، به هر حال میتونه در یکی از این حالت ها اتفاق بیفته. خب اولین کاری که میکنم میام و در واقع حالا سر رو از هر جایی که گرفتم، به هر حال تیپی خودم رو چند پیپ بالاتر از در واقع لول یک خودم قرار میدم. علتش هم گفته بودیم چرا، که در واقع بحث اسپرد هست، که اسپرد رو در واقع بدونیم که داریم رعایت میکنیم و نه که رعایت میکنیم، در واقع در نظر میگیریم. مسئله همون مسئله مدیریت سرمایه و مسائل دیگه هم هست که ما الان سرش کلی جنگ و دعوا داریم در سایت. خب اینم از این. میام و مسیر رو در واقع به نوعی برای خودمون تعیین میکنیم. میخوام به صورت به سمت تی پی دو حرکت بکنم به عنوان مثال. حالا من میگم میخوام سر دیگه ای داشته باشم از تی پی اولم که زده میشه. خب ببینم بریک اوت خیلی خوبی داشتم در واقع از اون، البته درسته یک تاچ اینجا داشتم، ولی همیشه باید من این سطح های قوی اسپن رو در نظر بگیرم. یعنی هیچ وقت و به هیچ عنوان نباید این سطح اسپن رو در واقع فراموشش کنم به خاطر قدرت زیادی که داشته. به هر حال اینجا که اومدم، وقتی که به سطح اسپن میرسم، من میتونم یک در واقع تریلینگ استاپ برای خودم تعیین بکنم. حالا ما بگیم با چند پیپ که در واقع به سمت پایین در اومدیم، یا میتونم با تریلینگ استاپ، یا اگر من دارم از اکانت FXM استفاده میکنم. این ببینید اینجاست که پلتفرم خیلی به کارایی میاد. چرا به کارایی میاد؟ به خاطر اینکه من در پلتفرم FXM بچه هم، یعنی زمانی که دارم از پلتفرم FXM استفاده میکنم، من مثلا دو لات اوکی در واقع ترید باز میکنم، دو لات ترید باز میکنم به عنوان مثال. زمانی که من در واقع از اینجا حرکت کردم به عنوان مثال، پوزیشنم باز شده و به این خط رسیدم به عنوان مثال، من تریلینگ استاپ هم رو فعال میکنم. یعنی اگر به عنوان مثال من استاپ لاستم اینجا هست، اوکی این استاپ لاست من هست به عنوان مثال، با استاپ لاست با من حرکت میکنه، یعنی به نقطه پایین تر میاد. من مثلا توی پلتفرم FXM تریلینگ استاپ رو وقتی فعال میکنم، میگم که به عنوان مثال 15 بی پی اوکی، یا در واقع 20 پی پی من حرکت کن، یکی از این دوتا. حالا نه اینکه یکی از این دوتا، حالا بستگی مسافتی داره که من میخوام طی بکنم. معذرت میخوام. پس من زمانی که دارم با ترید حرکت میکنم و به سمت پایین میرم، این استاپ لاس دیگه با من حرکت میکنه و به سمت پایین میاد. پس من اگر توی یک پلتفرمی هستم مثل FXM که دارم با دولات حرکت میکنم، اوکی من گفتم اینجا تی پی اولم هست، اینجا تی پی دومم، درسته؟ تی پی اولم رو به FXM میگم که وقتی به تی پی رسیدی یک لات رو در واقع بر من کم کن، یعنی یک لات رو بردار اوتوماتیک از روی دیل. پس من هنوز یک لات باز در واقع هنوز برام باقی میمونه، اوکی؟ که این یک لات هم ما گفتیم که در واقع میخواییم با شرکت بکنیم با اینجا. اوکی؟ ولی خوبی که داره، من وقتی دارم با تریلینگ استاپ هم کار میکنم، یعنی تریلینگ استاپ داره در 15 بی پی من مثلا در اینجا قرار داره، در عنوان مثال این اسپن نمیذاره که حالا به تی پی من برسه، وقتی که برمیگرده در واقع این میاد و تریلینگ استاپ من رو میزنه. یعنی من یه چیزی حدود مسافتی رو که تعیین کردم، شاید حدود 4 یا 5 پیپ از اون لات اول، حالا بذارید با میکشم که از اون لات اول از من کم میکنه. یعنی در واقع سود این قسمت برای من از بین نمیره و سود این تیکه برای من باقی میمونه. حالا اگر تریدم به عنوان مثلا حتی برگشت به سمت بالا و این استاپ لاس اورجینال منو زد، دیگه در واقع نمیام آدمی بشم که اینجوری مثلا خیلی از شماها نشستید موهای خودتون هم دارید میکشید و قیافتون به هر حال به نوعی در نوع خودش بسیار جالب و دیدنی خواهد شد. اینا چیزایی که ما میتونیم به عنوان تریک استفاده کنیم، یعنی به عنوانی که میخوایم در واقع
تیپ هایی هست که ما میتونیم بر بعضی در واقع پلتفرم های حرفه ای که وقتی داریم مثل FXCM از این مسائل استفاده کنیم تا در واقع بتونیم جلوی سودهای به دست آمده یا ضررهای اضافه رو بگیریم و بتونیم نتایج بهتری رو به عنوان مثال به دست بیاریم. اوکی. یک، ما گفتیم چه استفاده ای از، یعنی بحث اول ما، حالا ایچیموکوره که ما در واقع در مورد صحبت کردیم، بحث بعدی ما در مورد کوالیتی لاین هست. اوکی. کوالیتی لاین. خب این کوالیتی لاین برای من چه کاری انجام میده؟ یعنی کار اصلی که این کوالیتی لاین داره، لاین ببخشید، داره چی هستش؟ یکی از چیزهایی که داره بچه‌ها، که همون جریان فلت های کیجنسن هست که ما گفتیم در واقع اینا رو میایم و به 26 دوره آینده انتقال میدیم به خاطر همون استفاده هایی که ما در واقع در موردش صحبت کرده بودیم و در واقع گفتیم که چه استفاده ازش میکنیم دیگه. حالا نمیخوایم به اونها خیلی بپردازیم، اون خود مسئله 26 کیجنسن در آینده. یکی دیگه از استفاده که ما ازش میکنیم که گفته بودم ما در بعضی مواقع میتونیم باید مسئله ترید کردن در کومو بشیم، استفاده ساپور سیستنسیش از داخل کومو هست. یعنی همونطور که میبینیم مثلا مثل اینجا یا مثل اینجا میاد و یه ساپورت سیستنس های خیلی فوق العاده میده مثل اینجا. خب من زمانی که این خط کوالیتی لاینم در واقع میشکنه، به نوعی میتونم وارد ترید بشم و ترید کنم. یعنی در بعضی مواقع هست من باید، یعنی در حالت عادی، نه در بعضی مواقع، که وقتی این کندل به این صورت وارد میشه من باید منتظر بمونم تا این سطح رو کامل طی کنه و به اسپن برسه و بتونه تکلیف من رو روشن کنه، درسته؟ ولی چیزی که الان هست، میتونم با شکست این کوالیتی لاین در واقع از همونجا پوزیشن خودم رو بهتر و بیشتر واردش بشم و بتونم نتایج بهتری ازش بگیرم. این در واقع یه چند تا مثال دیگه است که میتونیم بزنیم. حالا دارم سعی میکنم اینجا به عنوان مثال، همونطور که میبینید کوالیتی لاین خیلی قشنگ اومده و به عنوان یک در واقع رسیستنس عمل کرده. پس یک جورایی میتونه در بعضی مواقع حتی یک سیگنال های بهتری هم به ما بده. پس من اینو بیشتر توی کموارش استفاده میکنم. یه مقدار باش تمرین کنید متوجه میشید که در واقع یک قدرت خیلی 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 خوبی داره و میتونیم ازش استفاده خیلی خوب ببریم توی مسئله. خب یکی دیگه از چیزهایی که دارم، اجازه بدید من این سرفینگ رو برش دارم. اوکی. پس ما در واقع همونطور که گفتیم بر اساس این میتونیم، اجازه داریم یک مقدار، حالا نسبت به شکلی که کومو برای ما درست میکنه، اجازه میده که ما بتونیم از این استفاده بکنیم. خب یکی دیگه از استفاده ای که در واقع میام از این خط کوالیتی لاین من میکنم، کیجنسن فلت برای دیدن در واقع حرکت آینده بازار هستش. این کیجنسن فلت، اوکی، در واقع برای آینده بازار هستش. این بچه بحث، این بحث رو اگر متوجهش نشدید به معنای کامل رهاش کنید، اصلا بهش فکر نکنید، چون این بحثی که من میخوام با شما بکنم یک درک فوق العاده قوی از کندلستیک و دانستن و درک درست از ساعت بازارهای موجود، یعنی بازارهای فعال مارکت هستش که در همون اروپا، حتی من دارم راجبه تایم های واقعیشون صحبت میکنم، نه تایم های سرفینگشون، تایم های اروپا، امریکا، یعنی بازار اروپا، امریکا، ژاپن و
سیدنی هستش، استرالیا، که ما میایم و از اینها استفاده میکنیم. اوکی، به چه صورت هست؟ ببینید، من میام و شرایطی رو که برای خودم در نظر میگیرم، میگم که هر اتفاقی که در این کیجنسن فلت افتاد، در این کیجنسن کوالیتی لاین من هم تکرار خواهد شد. این یکی از چیزهایی که من ازش استفاده میکنم. ولی چیزی که من خیلی بهش باید دقت کنم، یک، پس ما در واقع داریم میگیم که تکرار حرکت، اوکی؟ یعنی به نوعی در واقع میشه همون repeating moves، اوکی؟ کیجنسن یک، کیجنسن فلت خودمون هست، و در حالت دو ما در واقع کوالیتی لاین ما، یعنی در واقع این دوتا رو ما به نوعی میگیم که با همدیگه برابر خواهند شد. ولی چیزهایی که من باید بهش خیلی 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 زیاد دقت بکنم چی بود بچه ها؟ یکی در واقع سشن ها هستش، یا مارکت ها، که من بدونم در کجای مارکت هستم. پس ما چیزی رو که در واقع باید در نظر بگیریم، درون کدوم مارکت ما در واقع قرار داریم، کدوم مارکت هستیم که الان این حالت رو میخواییم در نظر بگیریم. اوکی؟ یکی دیگه هم که در موردش صحبت کردیم، درک بسیار خوب در واقع از کندل استیک ها هستش، یا همون کندل های جاپانیز. این دوتا رو ما باید خیلی 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 خوب و عالی بدونیم که بتونیم با این مسئله، یک با این کیجنسن بتونیم ارتباط خیلی خوبی برقرار بکنیم. من ادعا دارم که هر اتفاقی در کیجنسن فلت میفته، در کیجنسن فلت 26 دوره آینده هم میفته. این چیزیه که من در واقع ازش استفاده میکنم و بهش هم در واقع به نوعی خیلی اطمینان دارم. اوکی؟ و یکی از سیگنال های خیلی خوب منه. ببینید، همونطور که ما میبینیم اینجا، در واقع وقتی روی تایم نگاه میکنیم، به نوعی از، حالا نمیدونم توی از رکورد بیفته، یه چیزی از حدود 10:30 شب، یعنی ما دیگه وارد بازار شدیم تا حدود ساعت 6:30 صبح، که در واقع همونطور که نه، چیزی رو که من روی کیجنسن فلت برای خودم در نظر میگیرم اینه که میگم خب در این ورودی یک حالت سعودی ساید و نزولی سعودی، نزولی و تا همون تقریبا میشه گفت حالا به صورت نزولی و تقریبا حالت سعودی تموم شده. اوکی؟ من پیش خودم میگم خب این در یک جای راکت بوده، یعنی یک بازار کاملا سلو، آروم، اوکی؟ یعنی خبر میجری هم به اون صورت نداشتم که بخواد در واقع حرکتی رو داشته باشه. این سشن یا مارکتش کجا بوده؟ یعنی آپشن A من در واقع ایشیا بوده، اوکی؟ بازار آسیا بوده در واقع. پس این برای من خیلی مهم است. اوکی؟ حالا میام به اون 26 دور آینده. در 26 دور آینده میبینم که در واقع یک حرکت سایدوی رو به سعودی، که در آخر حالا میشه گفت یه مقدار با سایدوی و به صورت نزولی حرکت میکنه. حالا خیلی از شما میاد میگید خب این چه ربطی اصلا به این داشت، اینکه خیلی حرکتش هم شدیدتر بود، با اینکه ما در بازار اروپا هم حتی میتونیم بگیم قرار داشتیم در اون موقع، حتی تقابلش با بازار امریکا بوده. برای من وقتی وارد این قسمت میشم، وقتی که میبینم که کیجنسن منم به صورت حرکت نزولیش در ابتدا تموم شده، من اولین چیزی که اینجا برداشت میکنم میگم انتهای حرکت نزولیه، یعنی انتظار دارم که در واقع اینجا اون نزولی که وارد شده به نوعی اینجا هم در واقع ما میتونیم بگیم تا حدودی هم اون شتابش رو کم کنه، بخواد یک مقدار سودی تر حرکت بکنه، یعنی یه مقدار در واقع نوسانات کاملا ساید بی داره، همون جور که میبینیم به صورت کاملا ساید بی، ولی با سوینگ های درونی که داشته در واقع حرکت کرده.
پس من میام اینجا در واقع اون سطح های کمو و چیزهایی رو که دارم میسنجم که آیا این اتفاق میتونه برای من بیفته یا نه، و من هر چی دارم به اون آخر نزدیکتر میشم، انتظار یک صعود و در انتها یک نزول رو نسبتا برای خودم دارم. پس اولین چیزی که برای خودم در نظر میگیرم بهترین حالت برای ورود به یک صعود هست، یعنی اینجا به کیجنسر من که در واقع چی بهش میگن، در واقع مقدار این کندلش رد شد به زیر کمد، میتونم اینجا به خاطر اطمینانی که دارم وارد پوزیشن بشم و بخوام این پوزیشن رو برای خودم بگیرم. اگه بخوایم به سراغ این کیجنسن بیایم، یعنی میگیم که ما در واقع یک حالت صعودی داشتیم که به پایان رسیده، بازار خیلی آهسته بوده چون بازار در واقع بازار اشیا هستش، اوکی، بازار آسیاست، خیلی کند بوده و همونطور که میبینیم حرکت های خیلی ریز و کندی رو برای من ایجاد کرده. من به هر حال اونجا برای خودم نگاه میکنم، میگم که به هر حال من یک حالت نزولی و احتیاج دارم به یک سوینگ های خیلی کوچیک بزنه، حالت در واقع صعودی و بعد نزولی رو برای من تکرار بکنه. من در واقع این چیزیه که برای خودم میگم انتظار دارم که اتفاق بیفته. حالا به خاطر اینکه این مصادف میشه با بازار اروپا، انتظار حرکت های گنده تری رو دارم. تو میتونم بگم، حتی اینم بگم در اینجا هم، یعنی چون که من دارم وارد بازار اروپا میشم، اوکی، انتظار حرکت های بزرگتری دارم، ولی از یه طرفی هم خب چون که دوشنبه هسته شاید آنچنان نتونه خیلی هم قدرتمند برای من ظاهر بشه. یه مثال دیگه میخوایم بزنیم، میگیم که به عنوان مثال اینجا هم ما یکی جنسن فلت داشتیم، اوکی، و این کوالیتی لاین ما هست، درسته؟ پس من چیزی رو که الان برای خودم در نظر میگیرم، میگم که اینجا، یعنی جایی که کیجنسن شروع کرده، ببخشید بچه ها، بین تقریبا ساعت آخری بازار دیگه آسیا میشه گفت تقریبا حالا شاخ درشت ساعت 10-11 تقریبا حالت اتمامش بوده. پس من پیش خودم میگم که من کیجنسنم در واقع یک حالت براش تموم شده، ولی در واقع وارد یک حالت صعودی شده، یه مقدار به صورت کندل نزولی قوی داشتم، به صورت ساید به حرکت کرده و در انتها هم یه مقدار به صورت صعودی میخواست حرکت بکنه. ولی خب این داجی رو من به نوعی برای خودم شاید بگم در نظر میگیرم. حالا میام به 26 دور آیندم، میگم که من یک حرکت برام تمام میشه، احتیاج یک حرکت صعودی دارم، یک مقدار در واقع انتظار ساید به دارم، این کندل و این کندل رو میتونم برای خودم مارک بزنم که یک مقدار میخوام یه حرکت نسبتا نزولی کوچیک انجام بدم و بعد به صورت تقریبا صعودی و میخوام نزول بکنم برای خروج، ببخشید برای نزول که من اینجا اشتباه نوشتم نزول، صعود. این در واقع نوع حرکتیه که دوباره من میام از این پیدا میکنم. این حالا در مورد در واقع خط اسمش چی بود؟ دایرکشن لاین ما، این کنترلی هم گیر داده، دایرکشن لاین ما یعنی این خط نقطه چین قرمزی رو که شما در اینجا دارید میبینید، من از این چه استفاده میکنم؟ ببینید یکی از استفاده که ازش میکنم استفاده چیکو اسپانی هم. یعنی استفاده چیکو اسپانی ازش میکنم، میام و میگم که به عنوان لگینگ لاین ازش استفاده میکنم، یعنی در بعضی مواقع احتیاج دارم که این هم بریک بکنه از کومو که من وقتی مجموعه اینو چیکو دیگه تنکنسن و کیجنسن رو دارم میدونم و یک کومای نسبتا طولانی و قوی رو هم شکونده بودم واسه من، من دیگه انتظار اینو دارم که ترید داره وارد یک مرحله نزولی خوب میشه. مثل همینجا الان این در اومد، اینم همینطور، اینم به همین صورت، چیکو هم در اومد، یعنی هر کس هم مثلا به عنوان مثال میتونسته دیر وارد ترید شده باشه، از اینجا میتونسته یک سل برای خودش بزنه، به خاطر اینکه دیگه تقریبا میتونه بگیم از اینجا بوده که هر حتی دی ال و چیکو هم در واقع در اومدن. این یکی از استفاده استش که به عنوان این ازش میکنم. استفاده دیگه هم در بعضی مواقعی که میخوام بدونم ترید میخواد برگرده یا در واقع میخواد
به زیر کمو برگرده یا روند میخواد عوض بشه، حالت این رو، حالت این دایرکشن لاند رو من در نظر میگیرم نسبت به کندل ها، که اگر زیر کندل هاست، بالای کندل هاست، زیر کجنسنه، بالای کجنسنه ببخشید، یا زیر کجنسنه هستش. اینها برای من تا حدودی میتونه یک کمی سیگنال خطر باشه. خب یعنی به عنوان مثال من وقتی که میگم حالا اینجا قرار دارم به این صورت، من الان میبینم به عنوان مثال این حالت الان لایو من هست نسبت به این قسمت که درسته، یعنی کیجنسن فلت داشتم. حالا یه مثال دیگه هم بذاری رو همین کیجنسن فلت بزنیم، اینجا کیجنسن فلت خوب داشتم، کاملا یه حرکت صعودی ساید وی. حالا این میتونم بگم آخرش مقدار اذیت کرده که ببخشید اینجاست من قاطی کردم این بون، که بخوام اگه در واقع این رو هم برای خودم در نظر بگیرم، در واقع یک حرکت صعودی کارکشنی داشتم و این حرکت صعودی به نوعی برای من ادامه پیدا کرد، این همون حالت ساید وی به صورت در واقع نزولی. یعنی این کندل ها رو من در حالت آسیا میام برای خودم تبدیل میکنم به حالت اروپا که انتظار حرکت های گنده تر و وحشتناک تری دارم. خب برگردیم به اون، میگم این کندل خونی خیلی خوبی میخواد که بتونید ازش استفاده کنید و درک خیلی خوب از مارکت بازار. یکی دیگه از استفاده که من حالا از این در واقع انجام میدم، استفاده از در واقع کراس هایی هست که انجام میده با در واقع کی جنسن زمان خودش. یعنی مثل اینجا، در واقع مثل اینجا، اوکی؟ یعنی این دوتا کراس رو به عنوان مثال وقتی انجام میده، من استفاده که ازش میکنم، حتی این کراس اگر مثلا به صورت مورب باشه، به همون صورتی که ما راجع به تنکنسن و کیجنسن صحبت کرده بودیم، داره در واقع قدرت خیلی بهتری هستش بچه ها. خب این در واقع از اینم استفاده میکنم برای ریورس، که همون مسئله در واقع 17 تای ما هست، در واقع 26 تای ما هست، 35 تای ما هست و 52، که البته خب من پیشنهادم رو بیشتر همون 17 هست که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. معذرت میخوام، یعنی از کراس اینم در واقع به نوعی استفاده میکنم. گفتم بهترین حالتش اینه که همون حالت مورب، یعنی همون صحبتی که داشتیم، مثلا این جلا میبینیم خوب عمل نکرده، چون همونطور که میبینیم یک کراس در واقع صاف داشتیم، یعنی به صورت صاف بوده. همون کراسی که به صورت مورب باشه، در واقع اینها خیلی خوب جواب میده، که معمولا میام ازش استفاده میکنم. اینجا هم دوباره همونطور که میبینیم صاف بوده، یعنی انتظار زیادی ازش ندارم، که همونطور هم داریم میبینیم. و حالا اگه بخوام چند تا مثال دیگه، اینجا هم کیجنسن ما صاف بوده، یعنی همونطور که باز میبینیم اینجا عطه خوب بوده اینجا نسبتا، چون در واقع انتظار ما میشون بگیم حرکت مذر خب یه حرکت نسبتا صعودی ازش داشتیم. به هر حال اینم یکی از این استفاده هایی که من میام ازش در واقع انجام میدم و سعی میکنم که از این کراسش استفاده کنم و بتونم در واقع یک پوزیشن ازش بگیرم. دوباره 17 تا اگه بخوام به سمت جلو برم، اینجا در واقع یک حرکت خوب ازش داشتیم. پس همونطور که گفتیم، ما در واقع از کراس هایی که با کیجنسن به صورت مورب داره، حالا من نمیدونم مورب دارم کلمه درست استفاده میکنم یا نه، ازش استفاده میکنیم. خب این در مورد اندیکیتور جبشیان هست بچه ها، یعنی صحبتی که ما انجام دادیم. پس نوع استفادهی که میکنیم، یکی این خط دایرکشن لاین هست، حتی من استفاده دیگه هم ازش میکنم، ولی فعلا میخوام شما حالا یه مقدار باش کار بکنید، اون مسئله شکست ها و اون مسئله ها رو بگید. یعنی مسئله، یعنی ما در واقع میتونم بگم اون جبشین رو ما در واقع برای شما توضیحش دادیم که به چه صورت داره کار میکنه.
و فقط اینکه چه استفاده هست. کوالیتی لاین گفتیم به عنوان معذرت میخوام ساپورت و اسیستنس، پس یکی شد در واقع کوالیتی لاین، اوکی، که گفتیم یه دو تا چشم هم براش میذاریم. خب یکی استفاده ساپورت و رسیستنس گفتیم در کجا؟ برای در واقع در داخل کومو، اوکی؟ پس در داخل کومو ما میاییم از کوالیتی لاین برای ساپورت رسیستنس استفاده میکنیم، برای بریک ها، برای گرفتن حرکت های بهتر که بدونیم ترید در کدوم سمت کومو در واقع قرار خواهد گرفت، در چه قسمتی خواهد رفت. یکی دیگه از اون، حالا ما اینو بهش میگیم A، اوکی، B. یکی دیگه از استفاده هاش استفاده از فلتش هست، یعنی همونطور که گفتم من میام و هم حرکتی در واقع کیجنسن رو میخوام، فلت های کیجنسن با کوالیتی لاین، که در واقع فلت این دو شاید، حالا همونطور که بهتون که گفتیم شرایطش چیه، بذارید اینو قانونش بکنیم. گفتیم که قانونی که براش احتیاج داریم یک چی بود؟ دونستن مارکت هست که ما در واقع نوع حرکت مارکت رو بتونیم در اون موقع متوجه بشیم که در بازار در واقع آسیا قرار داریم، در بازار اروپا قرار داریم، در واقع آمریکا هستیم، حالا یا توکیو، خب یا توکیو یا سیدنی، حالا در واقع من اینا رو یکی کردم که ما بدونیم در کدوم از این بازارها قرار داریم. و بحث آخرمون هم این بود که باید کندلستیک رو خیلی خوب بدونم، یعنی در واقع من وقتی مثلا روی حتی این فلت هم بهتون گفتم فلت های بزرگ و قوی باید باشه، یعنی در واقع وقتی من میدونم که در این حالت بیشتر که نه اون حالت ساید بین نبوده و بیشتر با اینکه ساعت رو نگاه میکنم میبینم ساعت هم هولوش ساعت تا آغاز تقریبا نزدیک های لندن بوده، حرکت خیلی ضعیف نزولی بوده، پس من در اینجا نسبت به اتفاقاتی که میخواد در بازار آسیا بیفته میتونم همون حرکت رو برای خودم در واقع به نوعی بخوام و بخوام باش ترید بکنم. این بحث بچه بحث خیلی در ابتدا شاید به نظرتون سخت بیاد، ولی خیلی چیز جالبی اگه بتونید باش ارتباط برقرار کنید، ولی اگر نتونستید کامل بذاریدش کنار، چون واقعا درک خیلی قوی از کندلستیک و مارکت میخواد، همون شرایطی رو که ما در موردش مثال زدیم. خب این کوالیتی لاین ما شد، استفاده که از کوالیتی لاین میشه، اوکی. در مورد دایرکشن لاین بودش، اوکی، بنویسم که همون رنگ خودش بشه. یکی در مورد در واقع دایرکشن لاین بود، که دایرکشن لاین گفتیم که استفاده که ازش میکنیم یک کراس در واقع مورب میخوایم. حالا مورب من نمیدونم بهش چی میشه، ولی منظور من این هستش، یعنی به این صورت، یعنی اگر یکی از اینا فلت باشه بهتره که ما، حالا نمیخوام بکشم که متوجه بشید، بهتره که ما این رو در واقع نگیریم، یعنی این رو ما حسابش نمی کنیم، چون در واقع همونطور که چند مثال هم دیدیم زیاد کارهای خوبی نداره. بیشتر دنبال این کراس هستم که بتونم ازشون یک ریورس های نسبتا خوبی بگیرم. حتی خب ما نقطه ریورس گیری خیلی خیلی زیاد داریم، شاید شما احتیاج بهش نداشته باشین. مهمترین کاری که و مهمترینی که دایرکشن لاین برای من انجام میده در واقع بریک هاش هستش، اوکی؟ یعنی بریک هایی که در مقابل کما انجام میده برای تایید بای یا سل. یکی دیگه پوزیشنی هست که میگیره، خب پوزیشنی که میگیره گفتیم نسبت به چیا هست، اوکی، یکی کندل، اوکی، یکی کندل ما بود و در واقع بعدی ما کیجنسن ما بود،
که گفتیم نسبت به این دو وقتی بالا یا پایین باشه، یعنی بریکشون بکنه و ازشون رد بشه، زمانی که کندل ها رو رد میکنه و به یک حالت نزولی در میاد، ما میتونیم روش در واقع یک حسابی داشته باشیم که اگر شرایط حال بازار ما داره به ما سیگنال نزولی میده، ما میتونیم این رو به عنوان یک تدی ازش استفاده بکنیم و حتی شکست کیجنسن میتونه این سیگنال رو برای ما قوی تر و در واقع قوی تر بکنه. این خیلی میتونه برای ما کارایی داشته باشه، مثل اینجا که مثلا الان به زیر کندل وقتی اومد، در واقع ما میبینیم که کیجنسن ما به نوعی هنوز داخل کما هست، ولی سیگنال ما به نوعی داره یک سیگنال قوی نزولی تقریبا داره شکل میگیره، یه سیگنال نزولی داره شکل میگیره برای ما که میبینیم که در واقع وقتی خارج میشه تا حدودی هم حتی زودتر از چیکوین اتفاق براش میفته و توان خروجش رو داره و ما در واقع شرایط ایدال رو داریم، کیجنسن رو داریم در بالا، تنکنسن رو در بالای کندل ها داریم و این دو رو هم خارج از کما در زیر کندل ها داریم که میاد شرایط خیلی خیلی عالی رو برای ما به وجود میاره. یه چیز دیگه هم که حالا شاید بتونم بهش اضافه کنم، حالا روی همون نیوزلندی من میام و این رو، یعنی من وقتی بچه ها نگاه کنید میام اینو به عنوان شکست در نظر میگیرم، به نوعی من در واقع این رو برای خودم میام و به صورت یه حالتی مثل کمو در نظر میگیرم. یعنی زمانی که دارم از شکست ها صحبت میکنم، فرض کنید اگر این دایرکشن لاین رو حالا ما بگیم به این صورت رسم بکنیم، اوکی، من میام در واقع این رو به صورت یک کمو در نظر میگیرم نسبت به اون کیجنسن زمانی که ما داریم و در واقع میبینم که کندل ها به چه صورت نسبت به این واکنش نشون میدن نسبت به این کمو. یعنی در واقع دیدی که من برای من میان درست میکنن که من ببینم این حالت کمو من در واقع داره به چه صورتی داره شکل میگیره. آیا وقتی مثلا کندل های من به زیر کیجنسن و از محیط خارج میشن، آیا این کمای من هم حالت نزولی گرفته یا نه؟ این یکی از حالتهایی که من میام استفاده میکنم که ببینم آیا من دارم وارد ریورس میشم یا خیر. یعنی این خیلی به من دید خوبی میده. یعنی بخوام حالا نمیدونم منظورم رو اگر متوجه بشید، مثلا حالا من یه مثال دیگه اینجا بزنم سریع، ببخشید من دارم اینجا تون تون میکشم، حالا دیگه شاید خیلی دقیق در نیاد. خب یعنی به عنوان مثال شرایط کیجنسن رو بخوام بسنجم نسبت به اون در واقع اون خط دایرکشنی که دارم، اوکی، یعنی میام و ببینم که آیا مثلا وقتی که صعود میکنم، ببخشید نزول میکنم، آیا این حالت کمای من هم داره عوض میشه یا خیر. یعنی به عنوان مثال دارم میبینم که کمای من هم داره یک حالت سویچ پیدا میکنه برای خودش یا نه، یعنی داره تغییر مسیر میده یا نه، ولی هنوز میبینم که نه، این در واقع توی حالت صعودی هستش. یعنی در واقع وقتی میخواد این اتفاق برای من بیفته، یعنی وقتی میخواد این کمای ظاهری من، یعنی میخواد برگرده، من خط دایرکشن لاینم باید زیر کیجنسنم قرار بگیره، درسته؟ یعنی مثل همون حالت اسپن A و اسپن B که ما صحبت میکنیم، درسته؟ پس زمانی که کیجنسن من در زیر قرار داره، هنوز میگم این حالت چی بهش میگن، چیزی نیست، خیلی در واقع چجوری بگم، تایید شده، آها کلمه رو گم کرده بودم، حالت تایید شده برای من نیست. پس من اینو میام به این صورت هم استفاده میکنم که در واقع بخواد یک دید خوب برای این که ببینم بعضی این ریورس هایی که میاد و کمو رو تاچ میکنه، آیا در واقع این تاچ ها میتونه خیلی مهم باشه یا خیر. این کنترل شیفت هم کشت من نمیشم. اوکی، یعنی من مثلا اینجا دایرکشن لاین هم هست، اوکی، یعنی تا اینجا میام، اوکی، حالا بذارید اونو با یه رنگ دیگه بکشم که تا دیگه مشخص بشه. این هم در واقع کیجنسن من هست. ببینید اینجا سویچ کرد، اینجا سویچ کرد، یعنی
تا اینجا اگه دقت بکنید میبینم که من حتی ببخشید من وقتی اینجا هستم باید در واقع اون عقبتر رو باید در نظر بگیرم چون زمان حال بازار هستم، درسته؟ یعنی باید اون 26 دوره گذشته خودم رو در نظر بگیرم. پس وقتی من اینو در نظر میگیرم میبینم که هنوز کیجنسن و این در واقع سویچ نکردن. اوکی، حالا من فقط میخوام منظور رو برسونم، بعدا خودتون میتونید با اندازه گیری دقیق متوجه این منظور من بشید که به چه صورتی هست. پس من الان این محیط کمو فرضی من هست. اوکی، من وقتی ترید به این حالت کمو میرسه، یعنی به اینجا میرسه، میبینم که هنوز سویچی برای من اتفاق نیفتاده، یعنی کموی یعنی اون کموی فرضی من هنوز سویچ نکرده که بخواد از اینجا حالت صعودی رو به من نشون بده. تا زمانی که میام و در واقع وارد این قسمت میشم میبینم که یک سویچ برای من اتفاق افتاده و همه چیز داره از در واقع کمو خارج میشه که بخواد در واقع یک حالت رو برای من به وجود بیاره. حالا من دوباره بخوام این شرایط رو بسنجم، میگم که این دایرکشن لاین من هست. اوکی، اگه من نگیره من همینجور با این خطه میرم. اینم که در واقع کیجنسن من هستش. پس اینجا کیجنسن میبینم که یه سویچ میکنه، اینجا داره همون حالت در واقع اکولوبریوم هم ایجاد میکنه. خیلی خوب، اینم کیجنسن و ببخشید دیگه کمی سریع و سید ما داریم عمل میکنیم. خیلی خوب، پس اینجا من توی حالت نزولی بودم، اولین سویچ من اینجا اتفاق میفته، پس اولین اخطار رو داره اینجا به من میده. اوکی، ولی هنوز همونطور که میبینید اصلا هیچ اتفاقی، یعنی من هنوز توی فکر در واقع شکستن کمو بخوام باشم. اوکی، پس انتظار دارم اول اون سیگنال اولیه واقعیت بازار من که راجبه کیجنسن که باید بالا باشه، تنکنسن و ساپورت و رسیستنس و صحبت هایی که ما کردیم، که دوباره میبینم ناگهان سویچ میکنه. اینه اینجا که من منتظر شکست هستم، میبینم که دوباره سویچ میکنه و دوباره داره حالت برگشت رو به من نشون میده و دوباره میبینم این اتفاق هم میفته و دوباره در واقع این سویچ داره اتفاق میفته تا اینجا که در واقع میشه گفت که دیگه اون حالت نسبتا اصلی و بریک اتفاق میفته و همونطور که میبینیم این کمای فرضی ما میاد و این رو به ما به نوعی نشون میده. حالا امیدوارم متوجه این داستان شده باشید که چجوری در واقع میام و در واقع از این استفاده میکنم. البته ببخشید این چون که 26 دور است دیگه تا اینجا نیومده، یعنی من امشب دارم خیلی قاطی میکنم چون الان خیلی هم دیر وقته، منم دیگه خودم حسابی در واقع خسته شدم. این رو اگه بخوام بسنجم، آره همونجاست، من دیگه اون اینجا اصلا نیستش، اشتباهی رفته بودم مارکر میزنم. اینم اثرات اینه که آدم وقتی خسته است نباید زورکی بشینه فیلم درست بکنه. اوکی، پس من کیجنسین رو که دارم در واقع به این صورت میام تا اینجا. اوکی، این کیجنسین من، پس این هم شد اون در واقع میبینم که اینجا یک حالت در واقع کمو شکل دارم باهاشون، یعنی اون حالت اینی که بخواد در واقع ترید به صورتی برگره و ازش استفاده بکنم برای اینکه اگه بخواد سویچ بکنه و بخواد به حالت نزولی تبدیل بشه. این خیلی 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 فوق‌العاده دید به قوی به من میده بچه ها. حالا امیدوارم شما هم بتونید ازش استفاده کنید، شما هم در واقع بتونید بهترین استفاده رو ازش ببرید. این هم از بحث ایندیکیتور جپشین ما. حالا امیدوارم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه تا ورژن ایجپشن 2 هم که بیاد و امکانات بیشتری هم که داره براتون در موردش بیشتر توضیح بدم. مرسی از همتون، فعلا خدا نگهدار.